سلام، برعکس باحال دست دم دم در دوره همی کولکول یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز براتون یه ویدیو داریم راجع به خدا. مثل اینکه دوباره منم چون همش از من راجع به خدا میپرسن، من آخرین نفرم که راجع به خدا ازم پرسیده بشه، چون من هیچ اطلاعاتی راجع به خدا ندارم. بعد همه خدا باورم، مشکلشون با من اینه که چرا اطلاعات راجع به خدا نداری. میگم چون یه کوتوشری که تصمیم گرفتم نه راجع بهش یاد بگیرم. میدونی چی میگم؟ که مثلا بهت بگن چقدر راجع به فوتبالیستا میدونی، خب یا خیلی میدونم یا نمیدونم. یا نمیدونی دادم بری نیستی که هنوز میتونی بفهمی فوتبالیستا واقعی نیست، کارتونه. حالا یه فهمی نه، این از یه آدم واقعی فیلم گرفته شده توی چین، بعد ازش کارتونش رو ساختن، ولی این یه آدم بوده. من دیگه مثلا میدونی اجازه بده نپذیرم. اولا که سه چیزا بگم اول ویدیو، هر شعری که توی ویدیو میگم نظر منه، میتونه اشتباه باشه، میتونه درست باشه. و یکی از چیزایی که من راجع به خودم علاقه دارم اینه که من با خیلی از ایده هام خودم کامواب میکنم، و وقتی یادم میاد که این کار است میشنوه میگه ایده هات خوبه. به خاطر همین ایده هامو کسی انگولک نکرده، یعنی مثلا که کتابو نخوندم راجع به اینکه خدا هست یا خدا نیست بعد میگم او این کتاب بس مثلا آقای فلانی گفته خدا نیست پس خدا نیست. من اینجوری نیستم. اطلاعات یاد میگیرم، خب کتابم میخونم به خاطر اینکه مثلا بتونم خودمو بهتر کنم، اطلاعاتمو کلا خب بیشتر کنم. البته اینم بگم ما توی 3-4 سال گذشته خیلی به خودم نرسیدم، به خاطر اینکه بچه‌ها وحشتناک وقت زیادی از تو میگیرن. خب و مثلا تو بخوای یه چیزی مثلا داکیومنتری نگاه کنی، چه میدونم مثلا 40 دقیقه تو با 40 دقیقه تو دنیای این باشی. بچه خوب هر 5 دقیقه کارت داره، بچه تخمی هر 5 ثانیه کارت داره. دیگه اصلا تو بگو بچه خوبه رو داری. خب ببین به جهنم. سلام چطوری؟ خب بگو ببینم نموش چیه؟ چند تا سوال بپرس. میخوام بدونم که چی جوریه که مثلا همه میگن اوکی مثلا ما یه جوری تولید شدیم، اولش که کسی نبوده که دوتا انسان اولیه به وجود بیاد. بالاخره یه کسی کره زمین اینا رو تولید کرده، درست کرده، بعد دوتا آدم و حوا بودن، کی بودن؟ اونا رو درست کرده. پس تو داری میگی حتما باید یه سازندهی باشه. آره دیگه، نمیشه باید با فکر جوره نمیاد. تو مثلا چجوری فکر میکنی که یه سازندهی نیست؟ خب من سوال دارم، خدا از کجا میاد؟ می‌بینی با آدمای دینی بحث کردن کار مثلا اینکه مثلا اون صحنه چه فیلم هستش یارو با شمشیر داره چیز میکنه، ایندیانا جونز با شمشیر یارو میرسه چیز میکنه، با توفنگ در میزنه وسط مغزش میمیره، اینم شبیه همونه. یعنی مثلا اصلا هیچ بحثی، من بحثه به قول معروف دینی و زیاد شنیدم. یکی میگه مثلا ما نمیتونیم، اگر ما از میمون اومدیم چرا هنوز میمون هست؟ مثلا یکی از بحثا اینه. یکی دینی اینه که چرا میمون پس باهوش نمیشه؟ سازنده رو چجوری میبینی؟ مثلا سازنده رو نمیبینم، نمیتونی بفهمی، حالا به هر دلیلی برتر از ما ها. بالاخره یه جوری ما ساخته شدیم به هر روشی. الان میگه ما با رندومنس ساخته شدیم، ما با همین جوری چیزا با هم قاطی شده، شده یه باکتری توی 4 بیلیون سال رسیده به ما. الان اینو میگه، همش هم هست با اوییدنس و فکت و دی ان ای تست. و تو میتونی ببینی که از خرس جدا شدی، که از کرفس جدا شدی، که از قارچ جدا شدی، که از قورباغه جدا شدی. تو قشنگ میتونی برگردی تو هیستوری ببینی یه روزی که خب بعد چجوری شدیه هوی انسان، چجوری شد که ما موش بودیم؟ ما همه موش بودیم. خب بعد وقتی که ما موش بودیم دایناسورها ما رو می‌خوردن اگه گنده می‌شیم، چون تو اِوولوشن دو تا اتفاق تو می‌افته، یا تو گنده‌تر می‌شی یا تو باهوش‌تر می‌شی کلا. خب اوکی. بعد موشا چون زاد و ولدشون هم زیاده، هر سال جنریشن مینداختن، واسه همین هر سال ایوالو می‌کرده. یه سری موشا گنده‌تر می‌شدن، یه سری موشا باهوش‌تر. اون موشایی که گنده‌تر می‌شدن خورده می‌شدن به واسطه دایناسورها. میگن از 2 کیلو که بزرگتر میشده یه حیوانی دایناسور میتونستن ببیننش و میخوردنش. بعد برای همین ما همیشه کوچولوها میموندن و اونا که باهوشتر میشدن. این دلیل این که ما مغزمون یه خورده از بقیه حیوانات جلوتره اینه. بعد اتفاقی که میفته دایناسورها که از بین میرن، حالا ربطی نداره، مثلا می‌خواستم بگم یکی دلیلی که مثلا ما گوشمون دو تا استخون داره، اکثر حیوانات مثلا یه استخون دارن، به خاطر اینه که ما شبا می‌رفتیم برای اینکه مثلا شکار کنیم و غذا پیدا کنیم. به خاطر همین روی صدامون بیشتر کار می‌کردیم، روی گوشمون هم مثلا بهتر شده. بعد خلاصه اینمیز بک دایناسورها 65 میلیون سال پیش از بین میرن، نمی‌دونیم چرا، احتمالاً یه شهاب سنگ خورده ولی هنوز نمی‌دونیم. اونا که از بین میرن دیگه پستاندارا شروع می‌کنن قوی‌تر شدن و قوی‌تر شدن و قوی‌تر شدن و ایوالو می‌کنه میرسه به میمون.
میمون، یه میمون یه روز دو تا بچه میزاد، یکیش میشه شامپانزه، یکیش میشه انسان. بعد انسان میشه مای دیوس، شامپانزه هم کنار تو جنگل بنده خدا. خب نه، من یه سوال دیگه دارم اینجا. خب وقتی باکتریا میگی از این از اون جدا شدن، شدن این ما به وجود اومدیم، خب چرا دیگه جدا نشدن که یه چیزی شبیه انسان به وجود بیاد؟ خب کی میگه نشدن؟ خب چی الان شبیه انسان دیگه تو موجود خاصی میبینی؟ آره شامپانزه، اورانگوتان، میمون. یه جز میمون و اینا. خب ما یه دونه داریم دیگه، فقط یکی ما یه رشته ایم، ما یه دونه ایم. خب نه بازم باید نه، اون زمان همه حیوانا بودن، یعنی بعد انسان مثلا دیگه چیز جدیدی نیومده که مثلا بگی خب الان انسان آخریشه، این از انسان بهتره. ولی دو سال نه، 2 میلیون سال دیگه شاید یه دونه چیز بیاد که از انسان بهتر باشه، ولی دیگه نمیتونه بیاد به خاطر اینکه الان انسان ابرقدرت دنیاست. اینجوری نیستش که تو یوسف بلنشی ببینی صدها هزار تا قورباغه باهوش شدن، آرمی درست کردن، کشورشون درست کردن، یه قورباغه باهوش میشه دیگه. زمانی که انسان ابرقدرت نبود میتونست یه چیزی از ابرقدرت تر از انسانم بیاد، میدونی؟ خب بود دیگه، دایناسورا مثلا کل زمین رو مثلا چندین سال دست اونا بوده، اونا ابرقدرت چیز بودن، زمین بودن، بلکه اونا از بین میرن نفر بعدی ما میشیم. پس آردی الان دایناسورا برگردن همه انسان ها میتونن تیکه پاره کنن تو 5 دقیقه. اگر الان یهو همه انسان ها ترانسفر کنی به 65 سال پیش با تمام این تکنولوژی و تانک و مانک، هنوز احتمال داره هممون از بین بریم. خب واسه همین یه بازیه توی تایمی که ما الان هستیم، ما الان نفر اولیم، ولی مثلا تو بچهای امروزی آپاندیس دیگه به وجود نمیاد. خب همین اِوولوشن دیگه، این الان انسان بهتر شد. تو قدیما زرقی من بچه بودم چپ و راست میشنیدی، این فلانی آپاندیسش عمل کرد، حالش بد شد، رسونش بیمارستان، 10 دقیقه دیر رسید بود، مرده بود، این یکی مرد چون 10 دقیقه دیر رسید. 24 ساعت خبر میومد که آپاندیس چرا دیگه وجود نداره، چون بعدن احساس کرد، نه اینکه احساس کرد، فهمید دیگه آپاندیس رو احتیاج نداره، آپاندیس رو دیگه درست نمیکنه. ما گوشامون عضله داره توش که تکون میخوره، دیگه سی آدم میتونن گوششون تکون بدن، ولی 99% انسان دیگه نمیتونن گوششون رو تکون بدن. چرا؟ چون وقتی که کوچولو بودیم، وقتی صدا می اومده نمیتونستیم بفهمیم که صدا از کجا میاد، برای همین گوشو باید تکون میدادیم مثل گربه که بتونی بفهمی صدا از کجا میاد. بعد سر اون که گنده شد، گوشمون اصلا دور شدن، دیگه وقتی صدا از این ور میاد، این گوشه خیلی زودتر از اینکه گوشه میفهمه تو میفهمی صدا داره از اون ور میاد. برای همین عضلات دیگه تکون نخوردن، عضلات تکون نخوردن، ضعیف شدن. ولی ما هنوز عضلات تکون خوردن گوش رو که تو مال موشه رو داریم هنوز، ولی استفاده دیگه نمی کنیم. اون چیزی که تو فکر میکنی ساخته شده باشه، این عضلات شوق نباید داشته باشه. اگه خدا که انقدر باشعوره و سازنده است و خارکس همه ما رو تو 7 روز درست کرده، برای چی بیاد عضله بذار تو گوشمون که استفاده نداریم؟ کسخله؟ به غیر از اینکه کسخله چه معنی میتونه داشته باشه؟ من دارم یه انسانو میسازم، بذار 3 تا عضله بذارم تو گوشش، حالا این رد کنم، اینو به این وصل کنم اینا، ولی کار نکنه. خب قبل از انسان چی؟ قبل از انسان بالاخره حیوانا هم بالاخره یه جوری اومدن. خب حیوانا از در واقع از آب اومدن بیرون دیگه، حیوان از آب اومده بیرون، بعد اون مادر تمام حیوانا. نه خب این یعنی دیگه حیوان از، خب چه جوری اون یه حیوان از آب اومده بیرون؟ بالاخره یه طوری بهش میگن توی دی ان ای، وقتی که نشده تکنیکلی از آبیم هممون، ولی حالا چیزی که هست، وقتی که تو دی ان ای کپی میشه، 2 دفعه بدن تست میکنه که کپی دی ان ای درست شده باشه، وقتی که داره دی ان ای مامان تو با دی ان ای بابا تو میکس میکنه که تو رو درست کنه. هر خیلی خیلی چند وقت یه بار میشه که این دی ان ای اشتباه بشه، از دستگاه اول دیده نشه، از دستگاه دوم هم دیده نشه. یعنی بدن 2 تا ستاب داره که چک میکنه دی ان ای رو، اگر کپی درست نباشن دی ان ای رو میکشتش، خرابش میکنه. خیلی 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 کم اتفاق میفته که تو این دی ان ای رو نمیتونی، یعنی نمیگیرتش وقتی اشتباه شده. برای بچه به دنیا میاد که 6 تا انگشت داره، یه بچه به دنیا میاد که نمیدونم مثلا میگم 3 تا چشم داره یا دست نداره، به این میگن اِوولوشن. حالا اِوولوشن نیست که تو خر بودی صبح بلند میشی باهوش شدی، نه، تو یه خرابی برات به وجود میاد. حالا مثال واقعیشو راحت‌تر میذارم که قشنگ مثلا بتونیم بفهمیم. مثلا زرافه رو مثال میذارم، زرافه ها از خانواده اسبن، گردنشون عین اسب بوده. یه روز یه زرافه دی ان ایش 2 دفعه میستیک میکنه، میگه آقا گردن رو به جای مثلا 1 متر 2 متر بساز. این اشتباه توی 2 تا دستگاه خونده نمیشه، واسه همین دی ان ای میره و این حیوان به دنیا میاد. این حیوان که به دنیا میاد گردنش دراستر میشه. بعد وقتی همه اون حالا هرچی اسمشون زرافه قبلی، اسب زرافه، هرچی خواستش بذاری، وقتی اونا گلهشون میافتن گل بخورن یا برگ بخورن، باید همه با هم میجنگیدن، اگه سمت چپ نمیافتی
مسیر راستیه تموم شده بود فلان مثلا، این یارو که یعنی دو متر بوده با بقیه نبر میجنگیده، همیشه ریلکس ما میساده برگا رو میخورده. از اون دورم که شیر میخواست حمله کنه، این نفر اولی بودی که میدید، اون نفر اولی بودی که میدویده، نفر آخر رو شیر میخورده. بعد 10 سال بعد، نه ده، یه سال بعد که دوباره این حامله میشه، دو تا بچه میزاد، همین ظرف گردن دو تا بچه میزاد، بعد دو تا میشه 4 تا، بعد 4 تا میشه 6 تا. از اونورم شیرا دارن این ظرف گردن کوتاه رو میخورن، غذای پایین داره تموم میشه، بین ظرف کوچ قد گردن کوتاه جنگ واسه غذا. بعد که میای اینو فاست فوروارد میکنی 100 سال 200 سال 1000 سال 10000 سال میای جلو، میبینی از اون ظرف قدیمی دیگه هیچی وجود نداره، فقط همه ظرفا گردن بلندن. اِوولوشن اینجوری اتفاق میفته، اینجوری یه شبه نیست، اینجوری که مثلا چرا ما نمیبینیم یه پس ادبیات بال داشته باشه بال بزنه، نه. الان اولا که انسان تکنیکلی جلوی اِوولوشن رو گرفته، چون اِوولوشن احتیاج داره که این به قول معروف آب فلان ما پخش بشه همه جا. یعنی من باید 50 تا دختر حامله کنم، تمام مردم باید این کارو بکنن، هر دختری هم باید 10 تا 20 تا 30 تا بزاد که این اِوولوشن تو حرکت باشه. ما اِوولوشن استاپ کردیم، میگیم او اون رنگ پوستش دوست ندارم، من با اون نمیدم، او زبون اینو بلد نیستم، من با اون نمیدم. پس تو داری خود انتخاب میکنی با کی بری، پس تو داری تغییرات رو هی کم و کم و کمتر میکنی، بعد فقط با یه نفر میمونی. واسه همین شانس این که دوباره تغییرات بشه با 10 تا پارتنر متفاوت، با 10 تا آب معنای متفاوت، دوباره این دوباره داره تأثیرش داره کم میشه. برای همین انسان نوعی جلوی اِوولوشن گرفته. الان یه بچه به دنیا بیاد با 6 تا انگشت، همون روز اول عملش میکنن، انگشتا رو میبرن، بعد بهش میگن که آره تو بچه بودی 6 تا انگشت داشتی. ولی شاید اگه نمیمریدن بهترین چیز 6 تا انگشت بود، بعد اصلا کیبورد 6 انگشتی میومد فلان مثلا. ولی ما جلوی اِوولوشن گرفتیم. الان کسی که ایوالو میکنه ما بهش میگیم عقب مونده، یا بهش میگیم در واقع این بیچاره عقب افتاده است، ناکنین مشکل داره، این ناکنین جوش کج اونجوش صافه. حالا یه سوال دیگه، چه جوری هممون روز زمین، چرا مثلا مریخ نه، این همه سیاره دیگه؟ خب اولا که میتونم، خب حالا دو تا جواب بدم. اولا که این همه جای دیگه نه، شما جای دیگه بودی یا بابات؟ خب نه، چرا تو جای دیگه نه؟ خب ما که نبودیم، شاید باشه. نه مهندس، این همه آدم دارن میگن نمیشه، یعنی جای دیگه اصلا انسان دووم نمیاره، هیچ حیوان زنده‌ای دووم نمیاره. نه این دروغ اشتباس. الان یه دونه ماه داریم که دور یک از سیارهامون میچرخه به اسم یوروپا. یوروپا یه سیاره است، یه ماهه که بیرونش فقط یخه ولی توش گرمه، چون که با عکس میتونن ببینن رودخونه داره، از بغلش هم آب بعضی موقع میپاشه بیرون با حالت بخار. پس نشون میده یه سورس حرارت داره توش، و احتمال میدن اولین جایی باشه که تو دنیا به تو حتی راه شیری خودمون، نه راه شیری خودمون، منظوم شمسی خودمون، که بتونن زندگی پیدا کنن. ولی دورش نزدیک 5 کیلومتر اگه اشتباه نگم یخ داره. واسه این باید یه ربات بسازن که بره اونجا بشینه، بعد 5 کیلومتر زمین رو سوراخ کنه بره تو، بعد تو آب بره ببینه چی هست. واسه این یه پروژه فوق العاده سختیه، هنوز نمیدونن چه جوری بهش برسن. خب پس ما الان نمیدونیم آرید اونجا هست یا نه. پس من فکر میکنم هست شخصا، من الان آرید باکتری دارم توی اون آب میبینم. نه بالاخره اونا چی جوری درست شده؟ هنوز نمیدونن چه جوری میشه که یهو یه چیز ارگانیک تبدیل میشه به لایف. ولی نشون میده از اونجایی که زمین حرارتش داشته میومده بیرون توی آب، اونجا این اتفاق افتاده. برای اینکه تمام عنصرهایی که میخواستن توی آب و توی زمین کامبینیشنش وجود داره که ما رو ساختن، حرارت وجود داره که چیزا رو به هم بچسبونه، و به خاطر اینکه آب تکون حرکت توش راحته، چون اگه یخ بود نمیتونستن چی تکون بخوان که با هم قاطیشن. اگرم گاز بود انقدر هم دورن به هم نمیخورن، و به خاطر این میگن اونجا این چیزو با هم میکس شده، و اگه اینو 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 با هم میکس کنی تکنیکی این حالت تبدیل میشه مثلا به یه باکتری، یه سلول تبدیل میشه. ولی اینو هنوز انسان نمیدونه. ما میدونیم این چیزا رو نمیدونیم. خب اینو دیگه، این یکی از چیزای زندگی ماه، ما نمیدونیم این چیزا رو. میدونیم 14.5 بیلیون سال پیش یونیورس درست شده، 15 بیلیون سال پیش چه اتفاقی داشت میافتاد، هیچی بود، هیچی نبود، اگه بود کجاست، اینا ما نمیدونیم. ولی میدونیم از یه نقطه شروع شدیم تا الان داره پیش میره، یه انفجار بوده و الان هم داریم ما ادامه‌شیم. ما هم تکنیکلی از آشغالای انفجار ستاره ها درست شدیم. یعنی یه ستاره وقتی منفجر میشه توش تمام عنصرهای درست میشن که زندگی توش براش لازمه، و اینا پخش میشن به هم میچسن میشه ما. ما نمیدونیم کی این کارو میکنه، چی این کارو میکنه. میتونه یه بازی باشه، میتونیم ما توی سرور کامپیوتر یه یارو باشیم، یارو یه بازی خریده، این بازی اینه.
شه. اونا کیان رو دیگه ما نمیدونیم. آره بعد اینو ایلان ماسک ثابت میکنه 99.99999% 6 تا یا 7 تا 9 99.7 تا یا 6 تا 9 ما تو بازی هستیم. 0.00001 ما زندگیمون واقعیه، یعنی ما رسما پلیریم. حالا من همینو میگم، شاید یارو که بازی ساخته میخواد ببینه که اگه دنیا رو ران کنه چند تا ستاره به وجود میاد، اصلا تخمش هم نیست لایف چیه، یا میخواد بدونه چند تا لایف به وجود میاد. یا مثلا میگم الان تو کره زمین به ازای هر یه انسان 10 میلیارد مورچه وجود داره. حالا تو اگه یه آدم ساینتیست باشی، کره زمین مال انسان یا مورچه؟ میدونی؟ واسه همین شاید اصلا کسی داره میکنه میخواد ببینه آقا مثلا قدرت رو چی میشن، بعد میگه آره مثلا ما فهمیدیم که قوی ترین چیز اینه که مثلا مورچن چون با هم کار میکنن و چون با هم حرف بزنن مشکل ندارن، ولی انسان ها چون میتونن با هم حرف بزنن مشکل دارن، مثلا مثلا تخمیان. یا شاید مثلا ریسرچ اینه که چقدر آب تولید میشه ها، یا چقدر سکس میکنن آدما، نه آدما یعنی موجودا، یعنی خرم که میکنه تو کنه اون یه کانتر اونجا میزنه یک، منم که میکنم میزنه دو، تو هم که میکنی میزنه سه. من اینجوری میبینم دنیا رو، من میفهمم که نمیفهمم داستان چیه، چون نمیفهمم دلیل نمیبینم که من باید یه راه پیدا بکنم که اینو بفهمم و تنها آپشنم اینه که خدا وجود داره. خب میگم واسه چی باید انقدر کتوشو رو به هم وصل کنی که به یه موضوع برسی؟ من بعید میدونم دنیا اینجوری باشه. مثلا تا 100 سال پیش به قبل نمیفهمم برق چیه، هر همه حیوانام رعد و برق دیدن، الاغم رعد و برق دیده، گوسفندم رعد و برق دیده، ما هم رعد و برق دیدیم، پس میدونستیم وجود داره، میزنه درخت خارکوسه وسط نس میکنه آتیش میگیره، ولی هیچ کدوم برق چیه گفتن چی؟ یه خدا وجود داره پشت ابرا عصبانی که میشه رد و برق میفرسته، همون قبول کردن. تا یه خارکسته من گفت آقا برق اینه، الان تو خونه چراغمون هم روشن میکنه هم خوشحالیم، هیچ کم دیگه به خدای برق باور نداره. اینم هم همونه، چون ما نمیدونیم دهی نمیشه که از خدا وجود داره، ما نمیدونیم. من میتونم بازی باشم، میتونم خدا داشته باشم، میتونم فلان، ولی انقدر شعور دارم که مگه خدا داشتم نمیومد به من اینجوری بگی من وجود دارم. این آقا 45 دقیقه بنده راجب خداوند متعالی کیرانت. Love you, Chucks.